اولش میخواستم اصلا این ویدیو رو نسازم بعد به خودم گفتم چون داشتم همین اتاق بچه هم رو داشتم قهر می‌زدم به خودم گفتم که نگاه کن حسین تو برای این بچه برای نسل بعد که داره میاد مسئول هستی و در قبال فرزندت مسئول هستی که یه کاری بکنی که شرایط ده سال دیگه 20 سال دیگه تغییر بکنه گفتم اشکال نداره بذار فوشایی که برات می‌نویسن توی کامنتار رو تحمل کن یا حالا تهدیدایی که میشی بعضی وقتها رو تحمل کن مثلا اون ویدیو قبلی که راجب چی بود نجات پرستی بود درست کرده بودم خیلی تهدید کردم منو گفتن نمیدونم چیکار کار میکنیم نمیدونم ازت شکایت میکنیم یکی گفتم تو ایرانی نیستی یکی گفت تو افغانی اینا گفت فلان کلی زیرش دایرکت هست ببینید میگم دایرکت کامنت هستش ولی واقعیتش اینه که بخاطر نمیخواستم ویدیو درست کن. واقعیتش اینه که با خودم گفتم, گفتم وظیفه ماست وظیفه تک تک ماست که یک کاری انجام بدیم به صورت اکتیو و فقط منفعل نباشیم سلام میکنم بچه ها به همه شما من حسین آبدی هستم شهر هانوفر آلمان و برای کسایی که منو نمیشناسن پیشنهاد میکنم که چند تا از ویدیوهای پیجمونو رو ببینید و اگه خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب کنید امروز موضوعی که میخوام راجع صحبت بکنم روی کرده ما مردم ایران هستش با مردم افغانستان ام توی ایران به مردم افغانستان میگن افغانی میگن افغانی ها بعضی هم حالا میگن افغان ها اونجوری که من متوجه شدم اصلا همین عبارت خودش مشکل داره و خود همین عبارت باید جور دیگه گفته بشه مردم افغانستان خودشون به خودشون میگن افغانستانی نمیگن افغانی چون افغانی واحد پولشون هست این چیزی است که من توی این مدت یاد گرفتم حالا اگه باز اشتباه میکنم شما توی کامنت بر من بنویسید اما ایده این ویدیو از کجا آمد من داشتم اتاق فرزندم و رنگ میکردم اتاق بچه داشتیم درست میکردیم با خانومم بعد چون لباس در واقع رنگ, رنگ و نقاشی داشتم یاد وقتهایی که تو ایران کار بنایی میکردم کار ساختمون انجام میدادم یاد اون موقع افتادم ممکنه خیلی هاتون بگید که کی مگه تو این کار انجام دادی خیلی کوتاه توضیح میدم بله من چند سی تو ایران این کار انجام دادم البته برای اینکه یه فعالیتی کرده باشم یعنی هیچ پول نمیگرفتم گفتم من میخوام اینجا کار کنم که کار یاد بگیرم و حتی بعضی هم که ایران میرفتیم مثلا برای دو هفته سه هفته بود من چند روز میرفتم کار انجام میدادم ولی طولانی ترین مدتش توی زمانی بود که رفته بودم ایران برای کنکور درس بخونم توی 18 سالگی و نزدیک خونه پدر بزرگم اینا که من زندگی میکردم این رو داشتم میساختن گفتم که من میخوام بعد از کلاس کنکورم برم اونجا سمت نارمک تهران بود برم اونجا یه ذره کار یاد بگیرم جوشکاری یاد بگیرم کار ساختمونی یاد بگیرم که همه مخالفت کردن و گفتن اصلا چرا باید بری و نمیدونم خیلی گفتن ما حتی همسایه ها میگفتن نرو شما مثلا پسر آقای آبدی هستی و نمیدونم میشناختم به هر حال میگفتن مثلا زشته نمیدونم چیز داره کسر شن ماست که مثلا بخوای شما اونجا کار کنی یا خیلی مخالفت کردن چه تو فامیل چه حد در همسایه خلاصه من رفتم یه مدتی هم فکر کنم چند هفته ای اونجا کار میکردم بعد از زهرا و تو اون تایم وقتش رو پیدا کردم با یه سری از بچه های افغانستان که اونجا کار میکردن یه مقدار نزدیکتر آشنا بشم یه ببینم که آقا چجوریه مثلا چه میدونم چجوری غذا میخورن چی کار میکنن چه غذاهایی میخورن تا الان دقیقا یادم نیست ولی یه مقدار تونستم بیشتر آشنا بشم اما الان که برمیگردم فکر میکنم این داشتم همین اتاق رو می کردم با خودم گفتم گفتم چقدر غم انگیزه ما راجب فرهنگ یه کشور همسایهمون چیز خاصی نمیدونیم و این خیلی غم انگیزه بعد دوباره یاد ویدیوهایی که چند سری ویدیو درست کردم راجع موضوع دیگه راجع به نجات پرستی راجع به که میشه افتادم و واقعا گفتم که ای کاش میشد میومدم یه ویدیوی درست میکردم یه کاری میکردم برای این مشکل که این مشکل حل بشه یه بخش کوچیکش حداقل حل بشه که بعد رفتیم با خانومم بعد از نقاشی اتاق فیلم ببینیم رفتیم شام بخوریم فیلم ببینیم خانومم گفتش توی اینترنت یه فیلمی بود فیلم خورشید فکر میکنم اگه اشتباه نکنم مال آقای مجید مجیدی به بچه های کار بود توی ایران و راجع بچه های افغانستانی بود توی ایران و خیلی این فیلم اونم باز دوباره منو به این چیز کرد ناراحتم کرد و باز گفتش که این ویدیو رو درست بکن خلاصه این فکر میکنم طولانی ترین مقدمه کل ویدیوهایی بود که من تا حالا ساختم ولی امیدوارم که مقدمه‌اش یعنی براتون توضیح دادم که ببینید دلیلش چیه و گفتم مهمترینش این که من و شما مسئول هستیم که وقتی از دستمون بر میاد کاری انجام بدیم یه کاری بکنیم این خیلی فرق میکنه خیلی وقتا هسته شما کار خاصی نمیتونی بکنی و در واقع خیلی شرایط سخت ولی تو این حوزه من احساس میکنم که ما میتونیم کاری انجام بدیم و دلیل ساخت این ویدیو هم اینه بچه ها موضوع خیلی ساده براتون میگم مخاطب اصلی صحبت های من هموطن های خودم هستن بچه های ایران هستن و نشستم با خودم گفتم که یه ذره تو این ویدیو تعارف رو بذاریم که یه ذره با هم دیگه با سراحت صحبت کنیم دیگه آقا به نظر من ما مردم ایران توی دو تا گروه بیشتر جا نمیگیریم یه گروه سوم دیگه واقعا خیلی کمه مطمئنا هست ولی من ندیدم بعد من کسی که ایران میرم همش در سفرم همش این اون و میرم شهرهای مختلف هستم یعنی یه ذره آشنایی دارم حالا درسته میگم کل ایرانو که ندیدم شما 100 سال هم عمر کنی 2000 سال هم کنی همه رو نمیتونی بگی من همه جا بودم ولی بازم از اون تایمی که ایران هستم همیشه استفاده میکنم میرم میچرخم آشنا بشم و اینا جامعه رو میبینم متاسفانه چیزی که دیدم توی جامعه ایران دو گروه آدم هستن گروه اول کسایی هستن که متاسفانه اگر پیش بیاد یعنی پاش بیفته به مردم افغانستان در واقع ناحقی میکنن ظلم میکنن رفتار بد میکنن که من نمونه رو قبلا گفتم توی همون ویدیو نجات پرستی توضیح دادم مثالی که خودم به چشم دیدم خیلی ناراحتم کرد و توی در واقع ویدیوهای دیگه هم بر... کوچیک صحبت کردم این گروه ها اوله یه گروه دوم ما داریم من راجع به اینا تا حالا صحبت نکردم و برای خودم هم خیلی ملموس نبود امروز که دارم ویدیو رو در واقع میخواستم درست کنم به این نکته رسیدم گفتم این گروه دوم که شاید بگیم تعداد خیلی بیشتری از مردم هستن گروهی هستن که اینها خودشون به صورت مستقیم کاری نمیکنن ولی خودشون در واقع این برایشون مهم نیست که حالا مثلا سر افغانستانیات چه بلایی میاد چیم، چی میشه اصلا مثلا بهشون ناحقی میشه نمیشه ظلم میشه یعنی براشون نگاه مهم نیست اگاله مثلا بی تفاوتن من به نظرم این گروه دوم خیلی خیلی خطرناک میدونین چرا چون شاید خدامون باشیم شاید همین شما که داری ویدیو رو میبینی باشی شاید مثلا برادر من باشه خواهر من باشه پدر و مادرمون باشه که اینا آدمای خیلی شریفی هستن یعنی ما همیشه تو ذهنمون یاد گرفتیم آدم بدا یه سری خصوصیت دارن دیگه اون که مثلا نجات پرسته آقای دوتا تا چاقو تو جیبشه بشه اسلحه تو بشه چه میدونم مثلا تو آلمان فیلم های آلمانی دیدیم کلاشون رو تیغ میزنن نجات پرستات مثلا یه شاخ و دومی دارن که ما فکر میکنیم که خب ماها که اونجوری نیستیم ولی خیلی وقتا ما هم همون شکلی هستیم مثالش همون ویدیویی که من ضبط کردم من تو مترو اون حرکت رو دیدم که با اون شهروند افغانستان انجام دادن و اون آقا شروع کرد فوش دادن و اینا بعد اما اتفاق اینه که هیچکس کاری نکرد این, تازه برای من داره ملموس میشه من بلند شدم از جام گفتم که آقا بلند شو بیا بشین که بنده خدا اومد نشست بعد شروع کرد گری کردن و گفتش که مثلا چرا اصلا ما بعد اینجا باشیم و نمیدونم خلاصه تو ویدیو گفتم اما بقیه کاری نکردم بخوام واقعا صادق صادق باشم باهاتون فقط یک نفر که کنار اون آقا وایساده بود اومد دستشو همینج همینج که مثلا اینجوری چیز مترو گرفته بود دستشو گوشو شونش مثلا گفت اشکال نداره مثلا اشکال نداره نگفت همینج مثلا اینجوری کرد بود دستشو شونش و همین دیگه بقیه مردم این چی نگفتن تو مترو یادم اگه الان اشتباه نکنم این خیلی غم انگیزه بعد دیگه مثلا یادم میاد همینجوری رفتم به گذشتم به کودکی خودم مثلا تو حفاظ داشتیم قدم میزدیم یه کسی بود بچه های افغانستانی بودن فالفروش بودن بعد میگفتش که بهشون یه دفعه دستشون رو گرفتم شما از کجا اومدی کشورتون نمیدونم پدر مادرت کجا شروع کرد یا آبر پیاده بود خانوم بودش البته شروع کرد باشون خیلی بد رفتاری کردن و دعوا کردن و چیز کردن و حالا نکته مهم اون خانومه که بعد کارش بعد من اون موقع داشتم با تو حفظ داشتیم با چند تا فامیلامون داشتیم قدم میزدیم همه این صحنه رو دیدم ولی هیچ که چی نگفت این از همه خطرناکتره و این از همه به نظر من غمگینتره و حالا میدونید اصل داستان یعنی فاجعه داستان کجاست برای تون توضیح میدم برای خودم خیلی ملموس نبود من ازتون خواهش میکنم این ویدیو رو اگر که خودتون دیدید و به نظرتون خوب بود و حالا لایک و اینا اصلا مهم نیست بفرستید برای بقیه تو صفحاتتون به اشتراک بذارید من امید دارم که بتونیم یه کاری انجام بدیم یعنی تغییر حاصل بشه نکته اصلی داستان تو اینجاست آقا ما توی آلمان مهاجریم دیگه ما ما حالا ایرانی ها افغانستانی ها، ها. ما مهاجریم مردم آلمان هم میگیم من بعضی وقتا ویدیو درست میکنم بعضی هاشون با رفتار نجات پرستانی دارم بعضی هاشون مهربون شانسی هم هستش کلا هستیم دیگه خودتون میدونید دیگه آلمان چجوریه اما یک فرق بسیار بسیار مهمی این وسط وجود داره اون فرقش کجاست ببین خود من که تو آلمان الان 18 ساله دارم زندگی میکنم بگم به تعداد موهای سرم که داره کمتر میشه آدم میشناسم که توی هانوفر تو همین آلمان دارن زندگی میکنن هموطن من هستن ایرانی هستن خیلی هم دوستشون دارم دوستامونن در واقع خیلی ها مثلا ارتباط داریم خیلی ها هم شنیدم که مثلا بیکارن خونه میشینن پولشون رو دولت میده این مردم آلمان در واقع دولت پرداخت میکنه پول سوسیال میگیرن و هستن همینجوری خیلی هاشون هم تو ایران مثلا پول دارن درآمد دارن خونه دارن اجاره میگیرن ولی از اینجا هم پول میارن یه آقا و خانومی شنیدم از همدیگه طلاق گرفتن ام، شاید حتی این ویدیو رو هم ببینن فکر کنن که من, من شما نمیشناسم فقط بدونید که اینو از یه کسی شنیدم که خیلی بهش اعتماد دارم اون برای من اینو تعریف کرد اون شخص شما رو میشناسه اما من شما نمیشناسم گفت که این آقا خانومی که تو هانوفر زندگی میکردن زن و شوهر بودن از هم طلاق گرفتن که نمیدونم آقای بتونه از جاب سنتر پول جدا بگیره خانومه جدا یا اینکه مثلا آقای بشه آقای بشه صابخونه خانومه مثل که آقای خونه خریده بود بعد هم جاب سنتر دیگه پول نمیداد برای این اینا از هم جدا شدن که بتونن از این طریق دوباره بیشتر پول از جاب سنتر بگیرن و از دولت آلمان پول بگیرن بعد با خودم گفتم خب درست ما خیلی از خارجی ها خیلی از ما مثلا ایرانی ها فارسی زبان کار میکنیم مالیات میدیم اینجا بچه ها کسب و کار دارن و بازم بعضی با بامون بد برخورد میکنن ولی خب خیلی آمون هم هستن که اینجا دارن پول مف میگیرن این هم یه واقعیته و حالا سوال من اینه با ماهایی که بخشیمون داریم تو این مملکت همینجوری مثل تنبلا نشستیم پول مف میگیریم بخشیمون نگفتم همه بخشیمون برخورد آلمانیا چه جوریه تک و توک برخورد نجات هم هست ولی در کل داریم زندگی میکنیم حالا با خوبی و بدیاش کنار میایم یعنی اینجوری نی بیایم خونه اگه گریه مثلا بشینیم بزنیم تو سر خودمون قطعا هستا تک و توک ولی مثلا میگم من تو 18 سال اینقدر بهم فشار روحی وارد نشده که اون آقا اون روز تو مترو بهش وارد شده بگذاریم خلاصه مطلب ما تو اینجا داریم از این کشور استفاده میکنیم بعضیامون حتی پول مفت میگیریم و اینجا هستیم و این آلمانیا با ما این رفتار رو نمیکنن حالا سوال من اینه افغانستانیایی که تو ایران هستن آیا پول دولت میگیرن آیا دولت بهشون کمک میکنه یعنی مثلا چیز به نام سوسیال هیلفه داریم چیزی به نام هاتفیا داریم تو ایران که مثلا اینا از افغانستان میان ایران بعد میشینن هیچ کار نمیکنن شروع میکنن پول میگیرن و مثلا زندگی میکنن اصلا این جوریه حتی این جوری هم باشه اجازه نداریم باشون جوری رفتار کنیم ولی فرض اصلا میگم این شکلی نیست که بندگان خدا دارن کار میکنن یه سوال چرا خیلی از کارگرا افغانستانیان این یه سوال بعدی چرا خیلی از کارگرای ایران افغانستانیان آیا تمام مثلا میگم مردم کارفرماهای ایران کسایی هستن که دوست دارن برای افغانستانیا شغل ایجاد کنن آیا پس چجوریه من میگم این همه نجات پرستیم از اون میخوایم براشون شغل ایجاد کنیم و کمکشون کنیم نه عزیز دل اون کارفرماها میبینن که خب من اگه این رو مثلا بخوام به این شخص ایرانی بدم اتفاقا خیلی وقتا اصلا ایرانی نیست که اون کار انجام بده خیلی وقتا اینجوریه خیلی وقتا هم هست من شنیدم مثلا بچه‌ای که بازسازی میکنن از ساختمون سازن پرسیدم گفتم که شما چرا بیشتر کارگراتون افغانستانی گفتن که به خاطر اینکه ایرانی ها مثلا پول بیشتر میگن پس یعنی دارن مند خداها ها کار میکنن پول کمتر از حد عادی هم میگیرن بعد بازم باهاشون اینجوری برخورد میکنیم بعد حالا خود ماها خود همون طرف که چند تا ساختمون داره میاد به من آقای آبدی من میتونم مثلا بعضا دو تا ملکمو بفروشم بیام پناهندگی آلمان مثلا اینجوری زندگی کنم یعنی ببین اینقدر حرف زیاده تا همین الان چقدر دارم 13 14 دقیقه هستم صحبت میکنم ولی واقعا حرف خیلی زیاده و تمرکز اصلی من تو این صحبت اون کسایی هستش که تو ایران دارن زندگی میکنن و بی تفاوتن به این چیزا چون اونی که واقعا مثلا توی مترو شروع میکنه فوش میده به افغانستانیه اون کسی که ام میادش حتی برای من تو کامنت ها میگه تو خودت افغانی مثلا <laughs> افغانی میگه انگار مثلا انگار که من بگم مثلا تو آمریکایی چه بدم بگم مثلا تو سوئدی اصلا با آدم برمیخوره و این خودش بزرگترین مشکله یعنی من از بچگی یادم میاد که میگفتن ما فرهنگ ایرانی ها خیلی آدمای مهمون نوازی هستیم خیلی فرهنگ خوبی داریم و من خودم عاشق فرهنگ ایرانی هستم دیگه فکر کنم بچه هایی که یوتیوب فارسی رو دنبال میکنن میدونن دیگه سنتی ترین و کسی که بیشتر به فرهنگ ایران توی آلمان معتقد و در واقع خیلی آوسلبن میکنه این فرهنگ ایران رو حفظ میکنه تو زندگیش خب مایم ما یعنی با افتخار میگم و خیلی خوب چیز خوبیه خیلی ها هستن که خیلی از چیزهای فرهنگ ایرانی و مثلا نه اصلا فرهنگ آلمان رو بیشتر دوست دارم اونم خیلی خوبه ولی اینو میخوام بگم که ما فرهنگ من فرهنگ کشورمو خیلی دوست دارم من وقتی همون میرم آهنگ جلال همتی گوش میدم چه میدونم بهترین غذایی که دوست دارم چلو کباب و آبگوشت و اینجور چیزاست و فرهنگ ما بخشیش همین هست. زبان غذا نمیدونم موسیقی و یعنی میخوام بگم ما فرهنگمون رو دوست دارم ولی از اون طرف این چیزا که میبینم قصم میگیره میگم ما مردم چرا این شکلیم مثلا میگه مهمون نوازیم یه خارجی بیاد توی ایران باهاش خوب برخورد میکنیم آلمانی اومده میگه من رفتم ایران یه تور گرفتم تور گاید گرفتم دو هفته با من یه آقای آلمانی میگفت میگفتش که یه تور گاید گرفتم دو هفته با من بود شهرهای مختلف اومد روز آخر که اومدم پول بهش بدم گفتش نه پول نمیخوام از تو همینجوری مرامی گفت آقا شما مردم ایران چه مردم عجیبی هستید واقعا هم چیز ندیدم خب اون آدم اینو نمیدونه ماها خارجی و اگه میخوایم باش بگیم مثلا خارجی خوبه خارجی اون کسی که چشای آبی داره موه بلوند داره خوبه بقیه خارجی ها اصلا خارجی نیستن خب و این به نظر من خیلی نکته مهمیه بیایم ذهنمون رو باز کنیم بگیم آقا این نازی تو آلمان این ضد خارجی تو آلمان اینا اگه که مثلا بخوان با یه سری آدم بهشون ظلم کنن میان مثلا به اونایی که از 5000 کیلومتر اون ورتر اومدن مثلا به ماها به این کسایی که رنگ پوستشون با خودشون فرق میکنه میان به اونا ظلم میکنن حداقل یعنی نجات پرست هم میخوایم باشیم نژادپرست درست حسابی باشیم آخه اون چه نژادپرستیه که میایم با همسایه های خودمون خوب نیستیم از همسایه از کسایی که قیافاشون شبیه خودمونه بدمون اون میاد این خیلی مهمه یعنی مغزای ما اومدن است، استعمار کردن فکر می کنم یا استثمار کردن نمیدونم دو تا کلمه است نمیدونم کدومشه یعنی اومدن در واقع انگار در سالیان سال آخه یه جایی باید بیاد خیلی غیر عادیه یه کسی مثلا از پدر خودش بعدش بیاد از برادر خودش بعدش به اتوماتیک وا تو ما هست تربیتی نمیدونم سیستم آموزشی هرچی که هست خیلی عجیبیم بگذاریم این موضوع جدا باید توی ویدیو دیگه حرف بزنیم اینو میخوام بگم که ما با همسایه هامون رفتارمون خوب نیست یه دسته از مردم یه دسته از مردم دیگه وقتی که این رفتار بد و میبینن هیچ واکنشی نشون نمیدن این خیلی تلختره به نظر من و باید امروز یه کاری بکنیم یعنی ما باید دنبال یه راه حلی باشیم من خودم چند تا راه حل دارم میخوام بهتون بگم ولی بچه ها مهمترین بخش این ویدیو رو گذاشتم آخرش که اونایی که تا اینجا گوش دادن این حرفه می که میخوام بهتون بگم و واقعا راجبش فکر بکنید صحبت هم هم اون کسایی هست که بی تفاوتن اون کسایی که این ظلم ها رو میبینن چیزی نمیگن میدونید خیلی هاشون وقتی باشون حرف میزنیم چی میگن میگن که ما تقصیر خودمون نیست ما چون بهمون همون در سالهای زیاد حالا هر کسی یه چیزی میگه من رو میگم میگن که مثلا ما چون خودمون مشکلات داریم یا مثلا ما چون بهمون ظلم شده یا مثلا ما چون چه میدونم خودمون هم کلی گیر و گرفتاری داریم این رفتار رو انجام میدیم و این طبیعیه اوکی طبیعیه من از این آقا میپرسم که اگه طبیعیه پس چرا شما مثلا خودت اگر بچه بودی پدرت سر کار مثلا مشکلات داشته اصابش خود بوده می اومده خونه با کمربند می افتاده، یه فصل کتک مفصل می زندت. خوشحالی؟ الان پدرتو بخشیدی؟ الان میگی پدرت کار درستی کرده که این کار انجام داده؟ نه خیلی وقتا متنفر شدی از این اتفاقا و اینا توی تو مونده هنوز و میگی حق نداره اون آدم اگه جای دیگه مشکل داره بیاد بیزه سر من و با خواهرای عزیزم که کسایی که این حرفو میزنن میگن نه خب ما مثلا خودمونم کلی مشکلات داریم آره اینا بیان ما مثلا این مشکلات باعث میشه که ما رفتاره اینجوری نشون بدیم شما از آلمان صدات از جای گرم بلند میشه اونجا باز به با اون خانم میگم شما اگه همسرت بیرون مشکلات داره که تو همون جامعه پر مشکله بیاد خونه با شما بد رفتاری کنه شما اوکی شما میگه اشکال نداره مثلا بیادش چه میدونم حتی خیلی بعضی از مردم خدا نکنه کسی همچین تجربه داشته میان میزنن پس مثلا شوهرت بی بیاد شما بزنه میگه خب چون مشکل داشتم سر کار چون پولمو خوردن و خب منم الان اجازه دارم بیام تو رو بزنم اجازه داره نه اصلا اجازه نداره میگه آقا تو حق نداری با من اینجوری رفتار کنی نکته اینه پس چرا ما مردم میایم و توی اتوبوس این بد ها رو با افغانستانی ها میبینیم توی مترو میبینیم و هیچی نمیگیم من به نظرم کسایی که هیچی نمیگن هیچ واکنشی نمیدن هم مقصرن و هم به نظر من گناهکارن این وسط اما منو که میشناسید خیلی کاربردی و عملگرا هستم و میخوام راه حل بدم حالا راه حلش خیلی ها میگن بابا مثلا حالا ولش کن بقیه بگن من نه کارشون دارم افغانستانی ها نه اذیت میکنم بذار ما زندگیمونو رو کنیم آیا وی... یوتیوب رو روشن کردیم یه ویدیو ببینیم یه زیاده شاد بابا تو اومدی این من یه راه حلی میخوام معرفی کنم بهتون اینو انجام بدیم همین چند هزار نفری که این کلیپو میبینن باور کن تاثیرش میمونه چون اینا به بقیه میگن دیگه همینجوری فرهنگ آروم آروم درست میشه تا ده سال دیگه ایشالله وقتی بچه من بزرگ بشه دیگه این مشکلات حل شده راه حل اینه بیایم ارتباطمون رو با این مردم یه مقدار قوی تر کنیم ممکنه من آدم مثلا میگم ضعیفی هستم حتی توی قطار مترو اصلا یه جا دعوا میشه به افغانستانی دارن ظلم میکنن بیام و بگم بیام و بگم که من چیز نمیکنم، من قاطی نمیکنم، کنم ممکنه به منم یه چیزی بگن منو چاقو بزنن نمیدونم مثلا به منم یه بی بکنم ولشون کن اینا مثلا شعور ندارن من کار خودم میکنم ممکنه این رو بزنی اوکی یه راه حل برای شما اینه که تو زمانی که از این وضعیت این شکلی وجود نداره یعنی همه چی آرومه مثلا تو صف نونوایی وایسادی یه آقای افغانستانی اومده اونجا آقا صف پنج نفر جلوتن از این فرصت استفاده کن شروع کن حرف زدن شروع کن صحبت کردن من چه جوری میام مصاحبه میکنم مثلا بچههایی که زمان های آلمان میگن مثلا میگم آلمانیا چه جوریه میگه خیلی خوب مثلا تو شهر بازی رفته بودیم اون دختر خانم میگفت که من حالا دقیق یادم نیست چی گفت فکر کنم میگفت اومدم برم خونه آلمانیه با من صحبت کرد گفتم بیا تولدم دعوتش تولدش منو دعوت کرد و همین صحبت کردن به اون طرف حس خوبی میده اونی که مهاجره تو این کشور اومده تنهاه وقتی که شما باش حرف میزنی میره خونه مثلا بهش فکر میکنه ای چه جالبی با من حرف زد. همین حرف زد. هیچ کار نکردی بپاس آقا مثلا سلام بپاس چه مثلا حالت چطوره آقا آقای افغانستانی حالت چطور خوبی چه کار میکنی مثلا اسم چیه چند سالته یه زای صحبت بکن چطور با یه آدم عادی دیگه مثلا توی صف صحبت میکنی خب آقا با یه نفر دیگه هم صحبت بکن که مثلا هموطنت نیست از کشور همسایه اومده این میشه مقدمه یه جا دیگه هستش تو اتوبوس تو مترو نشستی کنار شما مثلا افغانستانی هست شروع کن مسائل چه میدونم دنیا صحبت کردن شروع کن راجع مثلا چه میدونم یه بحث به سیاست صحبت کردن راجع نمیدونم یه چیزی که هم برای شما جذاب باشه هم برای این شخص و شروع میشه آروم آروم این حس این در واقع تلفیق این اینتگراسیونی که ما تو آلمان میگیم این کم کم شکل میگیره بعد ادامه پیدا میکنه کار میرسه به اینجا که حالا مثلا یه جای یه فرصتی پیدا شده شما با یه شخص افغانستانی هست اونجا با این آدم مثلا نشستید صحبت کردید تلفن حتی شاید رد و بدل کردید برید پیاده روی مثلا آقا چطور شما دنبال دوست مگه نیستید مثلا تو ایران هستی آدم دوست دوستاشای بیشتر باشن دیگه دو تا دوست افغانستانی هم پیدا کن دو نفر مثلا حالا مهمونی میری کافه میری تولد میگیری از هر ده بار دو, دو بارش هم یه شخص مثلا افغانستانی رو دعوت بکن و به صورت آی لول نگاه همسط به هم دیگه داشته باشید این خیلی مهمه ب... دیگه خوب خوبا من گفتم دو دست من خوب خوباییش که مثلا من دیدم تو ایران آدمایی که خیلی خیلی مثلا دیگه مهربونن واقعا مردمان خیلی خوبی هستن مثلا اگه افغانستانی صحبت میشه میگن آقا مثلا ما کارگر افغانستانی داشتیم کلی کمکش کردیم مثلا من خدا و فلان ولی بازم انگار تو خونمون رفته انگار هم سطح نمیتونیم ببینیم انگار مثلا این فرهنگامون خیلی با هم فرق داره ولی در صورتی که اینجوری نیستش در صورتی که هممون یه آدم هستیم و تفاوت خاصی نمیکنه یه موضوع دیگه هم میخوام اضافه کنم به صحبت ها. اونم اینه که بعضی یا باز توی, تو ویدیو قبلی من کامنت گذاشتن گفتن که چه میدونم شما این حرفو میزنی فلانجای افغانستانی اومد نمیدونم مثلا یه قتلی انجام داد پنج نفر کشت یا نمیدونم فلانجای جای جنایتی اتفاق افتاد مثلا فلانجا دزدی بود دزده افغانستان آقا چه ربطی داره اون اگه قاتله بگو قاتله باید بگن بگیرنش و در واقع پلیس بره دنبالش و اینا مثل اینجا هم همینجوری یه نفر قاتله قاتله حالا چه آلمانی باشه چه ایرانی باشه چه ترک باشه دلیل نیست که ما بگیم ای ایرانی ها اومد قتل انجام داد خب پس مثلا ایرانی ها قاتلن چه ربطی داره اون آدم مریض روانی بوده اون آدم جانی بوده خلافکار بوده با خلافکار و مجرم باید درست در واقع برخورد بشه و این هم حالا موضوعی هستش که خیلی ها میگن مثلا این بحث قانونی و محدودیت های قانونی که خیلی وقتا برای افغانستانی ها تو ایران هست خب پس اوکیه دیگه ببین من میگم مثلا من و شما که نمیتونیم قانون رو تغییر بدیم قانون همینجوری که هست هست ولی یعنی دست من و شما ازش کوتاه ولی کاری که من و شما میتونیم انجام بدیم اون صحبت کردن توی مترو اون صحبت کردن توی صف توی رستوران بیرون این و ور تو کافه و به نظر من هیچ فرقی نمیکنه ما همه انسان هستیم و همه محترم هستیم امیدوارم که از امروز به بعد وقتی که نوبت خودمون شد بیایم و رفتارمون رو تغییر بدیم بیایم از خودمون شروع کنیم ما شروع کننده این حرکت باشیم تا فرهنگمون درست بشه بیایم و اگر از سریه بعد در مترو یک دختر دستفروشی رو دیدیم باش رفتار خوبی داشته باشیم خوشو بش کنیم صحبت بکنیم حتی اگر ازش خرید نمی کنیم تحقیر نکنیم افراد رو با نگاه تحقیر نگاه نکنیم و سعی کنیم که انسانها رو دوست داشته باشیم توی دانشگاه های شروع کردم به بوم پرتاب کردن آقای اومده بود همه موبایل ها رو جمع کرده بود یه موبایل هفته دو, دو بار تماسی بی پاسخ داشته بود بعد نوشته بود که جان پدر کجاستی بعد خب اینا خیلی بدن اون مثلا داداش یکیه خواهر یکیه بچه یکیه مادر یکیه چرا مثلا من خودم توی که کار اون خواهر افغانی اومدی توی همدیگه از این ما چرا خدا باید گفتید نه افغانی اونو ایرانی اینو ترزه فکر آدم که گفتن این ایرانی اونو افغانی همه یه جور نیستن نیستن و خوشی که خونه ایرانی ها هم همون خوشی بیا خونه افغانی ها میتونه به هیچ فرض نداره آرزو میدونی که دیگه کشورم سلوه آرامش برای قرار گ